خوش آمدی یبنهور. بلا شک اقدامات متحورانه تو و یارانت ارکان دولت مختار را لرزانده. زین پس تو یکی از فرماندهان ارشد و مشاورین خاصه دولت بنی زبیری. شجاعت و ذکاوت تو شمشیر دودمی است که میتواند ضربه مهلکی بر مختار و دولت قاسمش بزند. ممنون جناب مصعب. رویای خوشم این است که در رکاب شما بتوانیم بساط کذاب ثقفی و دولت قلدر معابش را برچینیم. به فضل خدا بر میچینیم. ایشان برادر کوچکترم جعفرند. از زیارتشان مشروفم. دیر کردی، ما دیروز منتظرت بودیم. مختار عیالم را زندانی کرد. ناچار شدم دیشب به زندان قصر شبیخون بزنم و آزادشون. واقعا موفق شدی؟ بله، اکنون عیالم در جای امن است. مختار قضیه را فهمیده؟ قدر مسلم تا به حال خبرش به گوشش رسیده. مرحبا، مرحبا. حتما مختار و دولتش اینک حال محتضری را دارند که در حال جان کندن است. از ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی به فخر و شیعه امیر مختار، درود خداوند بر شما. و اما بعد، مرقومه شما واصل و از مضمون آن مطلع و متعجب شدیم. ظاهراً اخبار موصل و شام غلط به سمع مبارکتان رسیده. عبدالملک مروان با سپاهی گران عازم موصل است. شامیان شکست قبلی را بدر ثانی نامیده و به جبران آن برخواستند و به زعم خود میخواهند احدی ثانی بسازند. اهالی موصل و تکریت و شهرهای تابعه به جرم کمک به ما در معرض قتل عام و غارت اموال و نوامیسند و سخت وحشت کرده در مضیقند. در حال حاضر ترک موصل همون خطاییست که لشکریان خدا در احد مرتکب شدند. شما بهتر می دانید از دست دادن موصل ضربه‌ای کمرشکن بر پیکره قیام است. معلوس امر امر شماست. منتظر رأی مدبرانه امیری. و سلام. عجب، لشکر شام آسمان قرنبه است که در شام برق کند، در موصل رعدش شنیده شود. ابو مفلس، به ابراهیم بنویس خطری که امروز برای قیام کمرشکن است غفلت از مصحف و بصره است. بیدرنگ موصل را ترک کند، به سمت بصره بتازد. بله امیر. لحن نامه اذیتت کرد؟ فکر میکنم ابراهیم پاسوس موصل شده. یحتمل همکاری اهالی موصل نمکگیرش کرده، نمیخواهد نمکدان بشکند. ادلهش سست، نظراتش پر از شبهه و تمردش رندانه است. بعید میدانم از موصل دل بکند. دل بد نکن امیر، ابراهیم عاقلتر از آن است که بخواهد تمرد کرده یا خدای نکرده در اندیشه خیانت باشد. گیسوان قدرت پر از چین و شکنهای فریبنده است. من آموختم در کار حکومت بی هراس از خیانت به کسی تکیه نکنم. با این حساب امثال من هم در مزان اتهامیم. بن کامل، صاحبان قدرت اغلب خودشان به خودشان خنجر میزنند. از خودم مثال میزنم تا باورش برایت ناگوار نباشد. اگر روزی شنیدی امیر مختار به مختار خیانت کرده، تعجب نکن. باور نمی کنم ابو اسحاق. ایمان امیر آبگینه نیست بشکند. از سنگ سخت‌تر است، از الماس برنده‌تر. همیشه در برق نگاه امیر نفس اماره را ذلیل دیدم.
پس هنوز شیطان را خوب نشناخته ای رفیق. بومرا به لذت قدرت وسوسه نمی کند، می داند شیفته عدالتم. نقاب عدالت خواهی به چهره زده، امیر مختار را به جان مختار می اندازد. به جای سر بریده ابن زیاد، سر امیر مختار را نشانم می دهد. کجای ابو اسحاق؟ به واقع سخن می کنی یا به کابوس؟ انسانی که به خدا نزدیک است، بین واقع و خیالش مرزی نیست. وقتی گرفتار کابوسیم، به شیطان نزدیک شده ایم. حاضر دولت قیام با شامی ها نزاعی ندارد. هدف ما از لشکرکشی به سرحدات شام ابن زیاد بود که به لطف خدا و به همت شما و لشکریان خدا به درک واصل شد. خطر قطعی و فعلی بن زبیرند که بقایای قاتلین امام را پناه داده و علیه قیام سفارایی کردند. مقابله با ایشان فوری و فوتی است. بهتر از فلفور از به بصره کنید. خیالی است. یبن لغایک. بله امیر. چرا اخبار ما ابتر به مختار میرسد؟ من هرچرا دستور داده بودید بی کم و کاست سیاه کردم و به کوفه فرستادم. بیا بادت بخوان، نامه مختار است. سپاه مزمحل شده شام مدتی مدید. من کی از حمله احتمالی شامیان سخن کردم؟ دیر نباشد که عبدالملک مروان به تقاص خون پسر مرجانه سپاه در پی سپاه از پی من گسیل کند. رخصت اخوی. بنشین. چه نوشته بود که از کوره به در شدی؟ نوشته عبدالملک مروان را وانهیم و مصعب را دریابیم. خب این که اوقات تلخی ندارد. پس من دیوانم که ترک دیار کردم و فرسنگ ها دور از خانه و کاشانه با زره و چکمه خوابیدم به خیال یک احتمال. عبدالملک مروان وهم است. من از او یک قول ساختم. وقتی در بیعت با مختاری مکلف به اطاعت از اویی، چرا لنجه میکنی اخوی؟ تو جای من باشی چه میکنی؟ مختار را مجاب میکنم و در موسل میمانم تا شاخ غول مروانی را بشکنم. به خاک بابا قسم، خوش ندارم با ابراز عقایدم رابطه تو و مختار را تیره کنم. وقتی میبینم آزرد خاطری غصه میشود. تو برای مختار و قیامش مزایقه نکردی. بی انصافیست نظرت را نشنود. امیر عشاق سینه چاک علی. درود خدا بر تو. براق یکیان، چه خبر؟ خبرهای خوش. تقریبا جزء و کل لشکریان دشمن را سنجیدم. میتوانم آمار دقیق سیاهه دشمن را به شماره، آذوقه عدیقشان را به مثقال، اسب و قاطرشان را به رأس، شترشان را به نفر
و شمشیر و سپر و زوبینشان را به قبضه تقدیم کنم. از کلیاتشان بگو. دو لشکر از فراریان کوفه به فرماندهی ابن هر و ابن اشعث، سه لشکر از حجاز به فرماندهی مصعب و برادرش جعفر، و خطرناکترین بخش سپاه مصعب دو لشکر از اهوازم به فرماندهی محلب که فردی مرموز و در امور جنگ بسیار مجرب است. محلب نام پرآوازه است و بسیار مهیل. در اصل محلب مرد پشت میدان است، نه مرد میانه میدان. او در تخریب و تضعیف طرف مقابلش مهارت عجیبی دارد. بن کامل، فلفور فرماندهان جنگ را خبر کن. بله امیر. بوی جنگ مشامتان خورده، یک شب رزق مردم را گم و گور کرده ایم تا به رختش خون مردم را بخورید. خمس و زکاتتان را به هر کس میدهید، از همه گندم بخواهید. من سر پیازم یا ته پیاز. ایوه الناس، این جماعت معتکران وجدان ندارند. من لغلقه میکنی، قحطی سوغات جنگ است. این مادر مرده ها چه تقصیر دارند؟ برو رزقت را از کسانی بخواه که آتش جنگ دارند. در منافق و منافق برست لعنه. منافق خودت با هم پشتت. ظاهرا مردم اخبار جنگ را بیشتر از ما میدانند. این خاصیت کوفیان سال تا تقریب توبی میخورد بازارها را خالی میکنه. این حیله محلب از سهمان، او حمله را از داخل شروع کرد. متاسفانه محلب اولین تیر جنگ را به طرف کوفه انداخته و از بد حادثه به قلب مردم کوفه اصابت کرده. ترس از قحطی و طاعون جنگ باعث شده کوفیان کنهون ملخ به بازارها هجوم کنند. شک نکنید از فردا پیاز و شلغم و چغندر و کدو هم جزء ارزاق شده و هر دانهش به 10 برابر قیمت دست به دست می شود. بازاریان طماع هم از خدا خواسته هرچه اجناس بلا نسبت خرخور دارن غالب میکنن به خلق الله. اگر دست در کاسه دشمن داشته باشن که بعضن دارن واویلاست. رزق و روزی مردم را احتکار کرده به قیمت خون پدرشان میفروشن. به نظر من قبل از هر اقدامی علیه مصعب و دار و دستش باید با آشفته بازار کوفه سر و سامان دهیم. یعنی چه کنیم؟ با تجار طماع و مردم حریص چه می شود کرد؟ عده‌ای را گوشمالی دهیم، الباقی مازها را کیسه می کنند. ترس از قحطی قریب الوقوع جنگ تله دشمن است تا ما را در داخل کوفه مشغول کند. جنگ ما با محتکران سودجو و حریصان ترسو به دشمن مجال می دهد که خود را به پشت دروازه های شهر رسانده و جنگ را به داخل کوفه بکشاند. هر زمین نیست به دشمن مجال دهیم تا پشت دروازه ها جلو بیاید. موزل احتکار ارزاق و ترس مردم از قحطی مقدمه جنگ است. تا از این مانع عبور نکنیم خوشبین بودن به فرجام جنگ ساده لوحی است. با این اوضاع در هم بعید نیست نتوانیم آذوقه و علیق لشکریان را فراهم کنیم. شکی نیست که این مشکل باید حل شود. وظیفه دارالشرطه و شهربان از قاهره را بخواباند. دارالشرطه به تنهایی نمیتواند. گردانهای ضربت باید وارد عمل شوند. حق با جناب شهربان است اسماعیل. با ولایی که من امروز در کوفیان دیدم بعید نیست فردا به گوشت تن هم تمک کند. توطئه بسیار عمیق و حساب شده است. من احتمال میدهم دشمن از جنگ رو در رو با ما ترسیده و به آشوب‌ها و اختشاشات داخل کوفه امید بسته. بلوای اخیر ابن هر نشان داد که مصعب و مشاور کار کشتهش محلب می‌خواهند ما را در داخل کوفه فلج کنند. احتمال نیست صاحب، یقین است. پسران زبیر از رو در روی مستقیم با جیوش و لاسخت واهمه دارند. قدر مسلم آنها از شیوه جنگی ما با خبرند و می‌دانند توان رزم ما 1-10 است. غلبه ما بر لشکریان مور و ملخ شامی و نیز غلبه جدلی با دست خالی در مکه معید این معناست که آل زبیر از جنگ با ما می ترسند.
و لذا متوسل به حیله و حقه شدند. امروز ترس از قحطی را پیراهن عثمان کرده اند، فردا نزاع عرب و عجم را علم می کنند، پس فردا هم چو می اندازند بین ابراهیم و مختار شکراب شده است. تا این جماعت ریشکن نشوند خطرشان دفع نمی شود. نظرات هر کدام از شما در جای خود معقول است و متین. من با نظر بن شمیت موافقم. خداوند رعب ما را در دل دشمن انداخته. این نعمت بزرگی است. فرزند نحس زبیر کوفه را عروس بلاد مسلمین خوانده و می‌خواهد او را به نکاح خود درآورد. خطبه‌اش را هم پیشاپیش خوانده. به حول و قوه الهی عروسیش را به عزا بدل میکنیم. بن شمیت، بن کامل و کیان مأمورید لشکریان را به نخیله خوانده، خود را برای عزیمت به جنگ آماده کنید. بن شمیت فرمانده سپاه است، اوامرش برای همه لازم و اجراست. من نیز به همراه صائب و اسماعیل و عبدالرحمن اوضاع پریشان کوفه را چاره میکنیم. کمبود ارزاق و نان آرز شدن. تجار دکانها را بستن، ارزاق را احتکار کردن. همین امروز باید مشکل ارزاق مردم حل شود. فلفور تجار و بازرگان کوفه را احضار کن. بله امیر. افراد حاضر از تجار عمد فروش و به نام کوفند و نبض بازار داد و ستد ارزاق عمومی را در اختیار دارند. هر گونه خلل در امور توزیع، کمبود و قیمت کالاهای ضروری مردم مربوط به اراده ایشان است. کمیابی، گرانی و قحطی کاذب ارزاق آن هم در ایام خوف و خطر بحرانی ظالمانه و غیر منصفانه است. قانون و عدالت از حضرات پاسخ موجه می خواهد. ویل للمطففین. مقصود از تلاوت های شریفه ماییم؟
بله شمایید. به نص سریع قرآن بی توجه بودید. نترسیدید از عذاب آشکاری که خداوند بر کم پروشان وعده کرده؟ از شما میپرسم، بین کسانی که آب بر حسین و اهل بیتش بستند با کسانی که نان را از مجاهدان راه حسین دریغ میکنند چه تفاوتی؟ لعنت خدا بر کم فروش و گران فروش. امیر امر کردند بیاییم تا در باب گرانی های اخیر و کمبود ارزاق شور کرده چاره ای کنیم. از خطاب و عتاب شما پیداست که ما متهمیم. فکر نمی کنید سوء تفاهم شده؟ شما به عمد یا غیر عمد با دشمن همکاری کرده و آب به آسیابش می ریزید. این دولت چه هیزم تاری به شما فروخته جز این که در محاسبات مالیاتی منافع شما را لحاظ کرده؟ قرار بود در شرایط ضرور کمک احوال دولت باشید، نه این چه تیشه بریشه اش بزنید. بشکنه دستی که تیشه برداشته، چه خطایی از ما سر زده؟ قوقای اخیر قحطی نان و خورشت مردم و بستن دکاکین چه صیغه ایش؟ تقصیر ما چیست جناب عبیده؟ ترس از قحطی جنگ و ولای زیاد مردم علت اصلی کمبود ارزاق است. وقتی مردم بیش از نیاز روزانه، ماهانه و حتی سالیانه خود خرید میکنن، انبارها خالی میشود و دکانها بسته. جنس نباشد کاسب دکانش را میبندد تا کمتر فحش بشنود. چرا جنس نیست؟ تخمش را ملخ زده؟ بدتر از ملخ جناب عبیده. مردم این چند روزه مثل افعی همه چیز را میبلن. انبار خود حقیر پر بود از ماش و عدس. قریب یک سال روی دستم مانده بود و نزدیک بود شپشک بزند. باور بفرمایید طی این دو سه روز اخیر شده عین کف دستم پاک پاک. بازار کوفه و ملغرای تجارت عراق عرب بوده و هست. ذخیره ارزاقش لااقل 3-4 سال قحطی را جواب می‌دهد. طبق اخبار موثق آنچه تا به حال فروش رفته مشتی اجناس بنجل و نامرغوب بوده. مثل روز روشن است که قحطی بازار اخیر فتنه دشمن است تا دولت را از نفس بیاندازد. هیئت محترم منصفه، من مدارکی دارم برخی از همین حضرات با تجاری معامله کردند که غریبند و مشکوک. این تجار مشکوک غیر کوفی ذخیره انبارها را یک جا خریداری کرده تا از کوفه خارج کنند. عمده خریدشان هم آرد و گندم و جو بوده. متاسفانه دو سه محموله بزرگ گندم از کوفه خارج شده. از دو حال خارج نیست. یا این خریداران غریبه مأمورین تدارکاتی دشمنند و آذوقه و علیق لشکریانشان را تأمین می کنند، یا این حضرات با دشمن تبانی کرده و با فروختن ذخایر انبارهایشان به غیر قصد ضربه زدن به لشکریان خودی را دارند. وقتی ما برای تهیه آذوقه و علیق لشکریانمان در مضیقه باشیم، جنگ را پیشاپیش باخته ایم. لشکری که قوت ندارد، قوت هم ندارد. نام حضرات و کم و کیف معامله ها و اسنادشان موجود است. مصلحت بدانید تقدیم کنم. ما تاجریم جناب صاحب. کار ما خرید و فروش است. وقتی مشتری خوبی پیدا شود و جنس را شیرین بخرد، قاعده تجارت است که معامله عقد شود. تازه قانونی نبوده که معامله با غربا را منع کند. عذر بدتر از گناه است. حضرات کر بودند که صدای شیپور جنگ را نشنیدند. تجارت قانون و قاعده دارد قبول. قانون انصاف و مروت کجاست؟ شما مسلمانید، رواست به خاطر سود بیشتر بر خود و مردم جفا کنید. البته بشر جایز الخطاست. تاجر جماعت ذاتاً سودجوست. شاید جنابتان این صفت را نپسندید. ما برای سود تجارت میکنیم. بعید نیست ندانسته و ناخواسته در تله دشمن افتاده و معاملهی به نفع او کرده باشیم. اما اینکه ما با دشمن دست به یکی کرده ایم، هاشا و کلا. پ-
پس قبول دارید که طمع و جهلتان علت اصلی قحطی و گرانی های اخیر است؟ به خدا قسم اقرار نمی کردید خطایتان سهوی بوده و سر سودجویی به مردم مستحق این دیار جفا کرده اید؟ دربارتان همان حکمی را می کردم که درباره شمر و خودی و حرمله کردم. صاحب، همه موجودی انبارهای حضرات ثبت و ضبط شود. زین پس انبار کردن مایحتاج ضروری مردم جرم است و هیچ محموله ای از کوفه خارج نمی شود. بخشی از موجودی انبار را هم روانه بازار کنید تا قیمت های کاسب بشکنند. عبدالرحمن، تو هم به یاری اسماعیل نیازهای واقعی خانوارهای کوفی را مشخص کنید و به آنها حواله دهید تا خرید مایحتاج کنند. در ضمن خرید بیش از نیاز هم جرم محسوب می شود و خاطیان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. از جسر اکبر حرکت کرده در حرورا اردو زدند. من هم همان سیاهی را دیدم که ابو عمره پیشتر دیده بود. از سیاهی سپاهشان باکی نیست بنبه، باید مراقب نیرنگشان باشی. تا حرورا چقدر فاصله داری؟ دست کم دو منزل. تا یک منزلی دشمن پیش می روی. سپاه مختار در حرورا اتراق کرده و در حال برپایی اردویند. فرمانده آنها فردیست به نام احمر ابن شمید که از مشاهیر کوفه و جنگجوی بنامیست. احمر در همه نبردهای شمالی عراق با شام در کنار پسر اشتر بوده و در تدبیر و آرایش لشکر و میدانداری همه فن حریف است. بن شمید ناماشناست؟
تعداد لشکریانش را چقدر تخمین میزنی؟ سیاهی که من دیدم قریب 20,000 نفر. 20,000؟ درست شنیدم؟ بله امیر، بیشتر نباشد کمتر نیست. پس جاسوسان و مخبرین ما تا به حال دروغ و دونگ تحویل ما دادند. چرا چشم به زمین میدوزید؟ حرف بدی زدم؟ جناب بن حجاج، جناب بن اشعث، شما که از جور مختار فراری شده و کوفه را خانه خود میدانید و مدعی هستید که کوفه و کوفی را مثل کف دستتان میشناسید، چطور در قضاوت این همه اشتباه کردید؟ شما که عقیده داشتید مختار خیلی خیلی همت کند، میتواند 10,000 مرد جنگی اجیر کرده و به مساف ما بفرستد. یا شما کوفیان را خوب نمیشناسید یا جاسوسانتان خیانت کردند. غیر از این است بفرمایید ما هم مطلع شویم. این کذاب بی مادر سحر و جادو بلد است. من اخبار موثق دارم که خیلی کوفیان با مختار مخالفند. پس این 10,000 جنگجوی اضافی را زنان کوفی نزاییدند. مختار وردی خوانده 10,000 جنگجوی جنی احضار کرده با بن شمعک به مقابله با ما فرستاده است. بله؟ چه عرض کنم امیر؟ مختار در فریفتن عوام و ناس مهارت عجیبی دارد. در شورش ما علیه او شایع کردن ملائکه به کمکشان آمده. مردم احمق هم باور کردند. چرا پریشانید امیر؟ برفض قبول کنیم تخمین جناب ابن خرد دقیق و ایشان یکان یکان سپاه مختار را شمارش کرد و مولا درزش نمی رود. قوای ما 2-3 برابر آنهاست. نگرانی من از شماره قوای مختار نیست بن حجاج. بحث من این است که چرا دانسته های ما از حریفمان غلط است. با این اخبار غلط قلوت و گنگ به مسافه حریف برویم بازنده ایم. امیر ضعف ما و قوت حریف را خوب شناخته. چرا سعی می کنیم به پرسش درستشان پاسخ نسنجیده بدهیم؟ عرض بنده تمام نشد امیر. اغلب افراد لشکر مختار عجمند نه عرب. من با نظر جناب بن اشعث موافقم. اعراب و اشراف کوفه دل خوشی از مختار و دولتش ندارند. حتی در بین افراد حکومتی بسیارند کسانی که جبران از مختار حمایت میکنند. غیر این بود من نمیتوانستم با عده‌ای قلیل تا بیخ گوش مختار نفوذ کنم و عیالم را بدزدم. یبنهور، این هم مطلب تازه این نیست. همه میدانیم موالی عجم عمد فدایان مختارند و تا سرحد جان از او حمایت میکنند. بارها شنیدم در لشکر مختار زبان عرب بالکل غریب است. البته حق با شماست. خصلت مختار است که با حیلتهایش افکار حریفانش را مشوش کند. به نظر حقیر امیر در مقابله با مختار چنته پرتری دارند. جناب محلب در باطل کردن سحر مختار و باز کردن کورگره های جنگی یگانه روزگار ماست. مستدعیست با حضور جنابشان امیر آشفته نشوند تا لشکریان با اقتدار کامل به میدان روند. وقتی عمده لشکر مختار عجمند، بن شمیت فرمانده عاقلی باشد، باید مطابق سلیقه و مهارت لشکرش نبرد کند. خب به جمالتان امیر، قوای مختار سلس قوای ماست. ایرانی ها در چنین شرایطی سر در لاک می کنند، مثل لاک پشت دفاعی می جنگند و نه هجومی. علی‌القاعده باید دور تا دور اردوگاهشان خندق حفر کنند. کندن خندق
نیمی از توانشان را مستهلک می کنند. شما فرض کنید با 10,000 مرد جنگی طرفید. در خدمت هستیم. با توجه به کثرت لشکریان دشمن و قلت لشکریان خودی، بهتر است دور تا دور اردو را به شیوه جنگ احزاب خندق حفر کنیم تا از هر حیث ایمن باشیم. فکر بدی نیست. نظر تو چیز ابو عمره؟ هرچه نباشد حفر خندق یک شیوه جنگی است که مختص ایرانیان است. من فکر میکنم جناب ابن وهب قصدشان مزاح بود. من ذاتاً شوخ طبعم، اما در باب حفر خندق مزاح نکردم، چون یقین دارم با حفر خندق دشمن را فرج میکنیم. حفر خندق آن هم در این بیابان پتوپه؟ ابداً مصلحت نیست. جناب ابو عمره، آیا برای مخالفت کردن دلیلی هم داری؟ اولا حفر خندق یک شیوه دفاعی شهری است. در بیابانی که دشمن میتواند میدان نبرد را دم به دم عوض کند، حفر خندق مانع بیهوده است. ثانیا حفر خندق یعنی قبول کردن قدرت دشمن. قبول کردن قدرت دشمن یعنی دو برابر شدن روحیه آنها و متزلزل شدن روحیه لشکریان خودی. ثالثاً حفر خندق فرو رفتن در لاک دفاعی است، در حالی که ما آمده ایم بر دشمن هجوم کنیم. رابعاً کندن خندق نیروی سپاه را هدر می دهد، سپاه را خسته می کند. سپاه خسته توان جنگیش کم می شود. خامسا کافیست، کافیست ابو عمره. من و هفت پشتم تسلیم شدیم. برادران، فکر می کنم ادله ابو عمره معقول است و متین. یبنوا، به دیدبانت بسپار همه تحرکات دشمن را نو به نو گزارش کنن. به امید خدا هرورا را قبرستان دشمن می کنیم. چه اینطور غذا میخوری؟ چطور میخورم؟ با اشتها، با حرص و ولع. طعام برای مرد جنگی مثل طعمه است برای شیر گرسنه. باید به آن حمله کنی. تعبیر با مسمایی است. پس ما که با تومنینه غذا میخوریم مرد جنگی نیستیم. هر کاری فلسفه خودش را دارد. به وقت جنگ شجاعت، به وقت نماز اطاعت، به وقت قضاوت عدالت، به وقت امارت درایت، به وقت خوردن شقاوت، به وقت خفتن بماند. پا به ما هم یاد بده خسیس. ببین و بیاموز پدر بیامرز. کسی که دست و پایت را نبسته، چشم بینا، گوش شنوا، زبان گویا، سن و سال برنا، عقل
الا ماشاءالله. خوش به حالت. کاش فلسفه بافی های تو برای ما هم قابل باور بود. چرا نیست جان دل؟ بفرمایید انقل تش کجاست؟ انقل تش مختار است معلم. مختار. فکر مقابله با مختار خواب و خوراک بر ما حرام کرده. اخیراً در نماز هم زیاد شک میکنم. پس برای همین ترک جماعت کرده فرادا نماز میخوانی؟ چه کنم؟ مقتدایی که شکاک باشد پیش اقتدا کننده آبرویی ندارد. خبر تازه شده داری عقاب تیزبینه بنی زبیر. امن و امان آقازاده. از بیل و کلنگ مختاریون چه خبر؟ بیل و کلنگی در کار نیست، همه مشغول سیغل دادن شمشیرن. مطمئنی؟ امیر، جناب ابن هور اذن دخول میخواهند. بسیار خوب، داخل شوند. حسودی کردی حرامم شد. بفرمو. سرقر آمد. مجبوریم از هیبت شیر در آییم و مثل آدمی زاد غذا بخوریم. رخصت یا امیر؟ فرصت یب نهار. بیا بنشین. با اجازه. خوش اقبالید و خوش روزی. بسم الله. نهار میل کنید. نوشه جان، صرف شده. عذر تقصیر دارم، بعد موقع مصدعه شدم. خبری است که فکر کردم باید بدون فوت وقت به سم مبارک برسد. لشکر بن شمعت طبق پیشبینی جناب محلب عمل نکرد. یعنی چه کار نکرد؟ دور اردویشان خندق نکنده و نمیکنند. ظاهراً بن شمعت مایل به حفر خندق بوده و کیسان ابو عمره رأیش را زده. مگر ابو عمره هم با بن شمعت آمده؟ بله آمده. چرا زودتر با خبر نشدید؟ چون یک به صد هم احتمال نمی دادم کیسان ابو عمره در رکاب بن شمعت مثل یک سرباز ساده حضور پیدا کند. معما اینجاست که چرا با وجود ابو عمره مختار فرماندهی لشکرش را به بن شمعت داده؟ حدس خودت چیست؟ اندک احتمالی میدهم ابو عمره مغضوب مختار باشد. به چه دلیل؟ تا جایی که من شاهد بودم وقتی ابو عمره بعد از ضربت حرمل زمینگیر شد تا مدتی به همه چیز و همه کس مشکوک بود، حتی به مختار و قیامشان. این شک بر مختار گران آمد. حال چطور کمر راست کرده و به حرورا آمده و مختار هم رضایت داده، خدا عالم است. فیر زیر کاسه پنهان کردن. آیه را خواندم. بهتر از این نمیشد. نقشه ای داری؟ نقشه ای که فقط جناب ابن هور از پسش برمی آید. سیریش، یقه رو برخون شر را بخوابان. کوری؟
این جماعت انقلیب تیغ میکشن، خونی بریزد گناهش کردن توست. یا من دوتم که باید انگوشان دستم بریده شود، یا تو دروغ میگویی، شاید هم مزدور دشمن باشی. باید ثابت شود ریشه این فتنه از کجا. عجب غلطی کردن. چه ریشی؟ چه ریشه؟ زبانم لغزید، گوی خوردم. ولم کن برم پی بدبختی خودم. التماس نکن، بهتان زده ای، مرد مردان پای حرفت بگیر. مرحبا عرب، درود بر عجم. خوب امانت داری کردید. این بود رسم اطاعت از امیر عادلی که به قصاص خون امام مظلومتان با او بیعت کرده اید. مسلمان معصیت یک تن را به حساب نژادش نوشته از کوره در می رود و گلو پاره می کند به فحاشی؟ شما چرا به دیو خشمتان لگام نزدید؟ کیا نشنه دیو عجم؟ چه اهانتی کردند؟ چرا؟ شنیدم. عجمی که دوز باشد باید گم و گور شود. عرب دروغگو به درد جرز دیوار میخورد. اینها اهانت است. تهمت است کیان، تهمت ناروا. ها، تهمت است. بر تهمت ناروا باید تیغ کشید یا تظلم به محکمه برد. شما قاضی القضات بودید که بر اتهامی اثبات نشده حکم صادر کرده و کیفرش دادید. شیطان ابو عمره، در چشم بر هم زدن این شیطان ایمان این جماعت را جارو کرد و برد. چنان رگ عربیشان باد کرد که نزدیک بود خفه شوند. من شرمنده یه حتاکی این جماعتم. دشمنت شرمنده باد سردار. کسی که در برابر خلق و خوی جاهلی عرب ایستاده باشد سرفراز است، نه شرمسار. در عجبم، عرب و عجب متعصب در لشکر خدا چه می کند؟ نجات پرست سرباز شیطان است. به دادم برس پهلوان جیان، بس که فشارم می دهد انقریب استخوانهایم را بشکند. رهایش کن کاوه. فرار می کند کیان. برای فرار کردن دیر شده، رهایش کن. دیدی؟ ککی به تومان نداشت، میگریخت. شک ندارم نفوذی دشمن است. به این جماعت باید ثابت کرد که به هر اهنی غیرتی میشود. نه من بیگنام، نه بذاری بگم. از کدام قبیله ای؟ از قبیله بنی همان. قبیله هم چه کار داری سردار؟ من یک عرب دل سوختم، زخم کرده از جور اربابی که به اسم دین از من مثل خر کار میکشید. سرباز مختار شدم تا در رکاب عدل او بکوبم بر فرق بی‌عدالتی. چه خوب هم کوفتی. میدانم کار خوبی نکردم، عصبانی شدم. آدم عصبانی کود غریت است. وقتی عربی اسبی دارد و اسبش زینی که میشود به آن طمع کرد و زین اسبش را دزدید، یعنی جنگاوری است تمام عیار.
آید در گردانی، گرهانی، دسته ای خدمت کند. عضو کدام دسته ای؟ دسته؟ کدام دسته؟ میخواهم بی نام و نشان خدمت کنم تا ریا نشود. واقعا از قبیله بنی هماری. حداقل حرمت نگه می‌داشتی، ما را مثل خودت خر نمی‌دیدی. اردوی ما خرتوخری نیست، هر کس بیاید و برود و هر غلطی دلش خواست کرده باشد. بی نام و نشان‌ها در اردوی ما به نام‌ترین سربازان لشکرند. در میان شما کسی هست این عربی مشکوک را بشناسد؟ به جرمت اقرار می کردی؟ امیدی به نجاتت بود. چه خبر شده؟ لال شدی داغول؟ بگو قصد چه فتنه‌ای داشتی؟ بگو! مغر میایم، فقط چشم کشاد نکنید، نهره نزنید، دندون قرشه کنید، به پته پته میفتم. امیر جان، امیر. بسیار خوب، کسی صدایش را بلند نکند. قرار بود چه کنی و چرا؟ خریت کردم سردار، به تمام چند سکه ناقابل اخفال شدم. ابن اورق در به در از راه پدرم کرد. قرار بود با چند تن از افراد اشیرش لباس سربازان شما رو بپوشیم و داخل اردوگاهتان شویم و عرب عجم رو به جان هم بیاندازیم. عجب، تا کجا پیش رفتید؟ به عجم تهمت دزدی زدیم، خونشان به جوش آمد و قیل و قالی به راه افتاد. اعراب با ما هم صدا شدن و فریاد کردیم عجم دزد و دغل گم شو، عجم دزد و دغل گم شو. نزدیک بود عرب و عجم هم را بدرند که جناب کیسان ابو عمره از راه رسید و آتش خشم عجبان را خاموش کرد. رفقایت چه شدند؟ از قرار معلوم همه فرار کردند. چه شد که تو به تله افتادی؟ هرچی سنگ است مال پای لنگ است سردار. من اگر پای گریز و عقل درست داشتم خامه این ابن هور در به در نمی شدم. معلوم شد پسر زبیر از جنگاوران سپاهش قطع امید کرده که به لشکر خال زنکای عباب سرکشیده فتنگر متوسل شده. نشانش میدهم که در این میدان هم چندتاش خالی است. گوش و زبان و چشمش را بستانید و روانه اردوی خصمش کنید. رحم کن سردار، رحم کن، شما به خدا نزدیکتری سردار. رحم کن، غلط کردم، من یک لشکر نانخور دارم سردار. رحم کن سردار. رحم کردم که جانت را بخشیدم ملعون. بن کامل، فلفور، حکم را اجرا کنید. سردار منو ببخش، من چند سردار خون دارم سردار. سردار منو ببخش. ممنونم ابو عمره، مثل همیشه درایت و کاردانیت باعث شد فتنه شوم در نطفه بمیرد. یبن شماید، در اردوی دشمن رندی مثل محلف حضور دارد که در تخریب حریفان استاد است. هر ندایی شنیدی بوی تفرقه میدهد، بدان از حلقوم دشمن بیرون شده.